مهاجرت به یک کشور جدید همیشه میتواند با کمی سردرگمی همراه باشد، به خاطر اینکه خیلی از کارها به طوری که ما عادت داریم انجام نمیگیرد و بعضی اوقات یاد گرفتن شیوه های نو کمی سخت است. خوشبختانه خدمات رایگان زیادی چه دولتی و چه از طریق انجمنهای محلی برای تازه واردین به کانادا فراهم است. این ویدیو درباره یکی از معروفترین این خدمات که کتابخانه های عمومی است می باشد. تازه واردین معمولاً در هفته های اولیه بعد از ورودشان به کانادا برای استفاده از ویدیو، سی دی و کتاب برای فرزندانشان و همچنین کسب اطلاعات و استفاده از کامپیوتر به کتابخانه های عمومی مراجعه می کنند. والدین همچنین از خدمات فراوانی که کتابخانه ها در جهت موفقیت فرزندان آنها در مدرسه ارائه می کنند نیز مطلع می شوند. و البته بهترین نکته این است که همه این خدمات کاملا رایگان است. فقط کافی است که به کتابخانه رفته و با نشان دادن کارت شناسایی کارت کتابخانه خود را دریافت کنید. باجه ثبت نام اونجاست. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. به کتابخونه خوش اومدید. متشکرم. چی کار میتونم براتون بکنم؟ اسم من ویتیه و این دخترم پوروایه. اومدیم که کارت کتابخونه بگیریم. عالیه. ممکنه یه کارت شناسایی که اسم و آدرس شما رو داره نشون بدین؟ گواهی نامه رانندگی خوبه؟ برای دریافت کارت کتابخانه به یک مدرک شناسایی رسمی مثل مدارک مهاجرتی و همچنین سندی که نشان دهنده آدرس شما باشد مثل قبض آب و برق، نامه بانک، اجاره نامه یا گواهی نامه رانندگی نیاز است. کارمند کتابخانه در حضور شما کارت عضویت را مهیا می کند و شما در همان جلسه می توانید چیزهای مورد علاقه خود را امانت بگیرید. کارت شما آماده است و شما باید روی اون رو امضا کنید. خودکار، خدمت شما. خب شما هم کارت میخواین؟ عالیه. میتونی اسمتو برای من دیکته کنی؟ چه اسم قشنگی. سلام. همه چیزایی که میخواستین پیدا کردین؟ بله، عجب مجموعه جالبیه. خوشحالم که همه چیزو پیدا کردین. من فقط باید کارت شما رو ببینم و اونا رو به اسم شما ثبت کنم. فقط به خاطر داشته باشید که باید اونها رو سر موعد مقرر به کتابخونه برگردونید. مهم این است چیزهای امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخونه برگشت داده شوند. تاریخ برگشت روی کاغذ دریافتی ثبت شده است. اگر فراموش کردید ممکنه با مبلغ کمی جریمه شوید. پوروای، ممکنه کارت شما رو ببینم؟ متشکرم. همه چیزایی که می‌خواستیم پیدا کردین؟ اون کتابای جالبو درباره پرنده‌ها پیدا کردین؟ مطالب جالبیه. برنامه‌های قصه‌گویی از جمله جالب‌ترین خدماتی است که کتابخانه همراه با بسیاری خدمات دیگر در کنار امانت کتاب ارائه می‌کند. برنامه‌های قصه‌گویی بچه‌ها را برای مدرسه آماده می‌کند. ورود به این جلسات برای همه آزاد است، ولی از آنجا که این برنامه‌ها خیلی طرفدار دارند، بهتر است که برای تاریخ و ساعت مورد نظر خود قبلاً ثبت نام کنید. تاریخ و ساعت جلسات قصه‌گویی را در آگهی‌ها پیدا می‌کنید. سلام، خوش اومدین. اسم من جواناست، برای بخش کودکان کتابخونه کار میکنم. میدونی چه کتابی رو میخواییم بخونیم؟ کتاب بارنیان بانتر. درباره صدای حیوانا صحبت میکنه. کدوم یکی از شما میتونین به من کمک کنین که صدای حیوانا رو در بیارین؟ Roosters in the barnyard. Cock-a-doodle-doo. Cluck, cluck, cluck. Pigs in the wallow. Muck, muck, muck. But where's Goose? On the pig. Over here? Pigeons in the rafters. Coo, coo, coo. Oh, good pigeons here. Frogs in the farm pond. Burp, burp, burp. But where's Goose? There's Goose. What does Goose say? Honk, honk, honk. And there's Goose with his butterfly. برنامه‌های قصه‌گویی اغلب الهام بخش خوبی برای بچه‌ها در ادامه کتابخانه هستند و در صورتی که شما دنبال موضوع مشخصی می‌گردید، کارمندان کتابخانه می‌توانند کمک بسیار خوبی باشند. من دنبال اطلاعاتی درباره حرفه‌های مختلف می‌گردم. یا
میتونین کمکم کنی؟ البته، من شما رو به لو کارمند متخصص کتابخونه تو زمینه حرفه و کار معرفی میکنم. اجازه بدید که بخش موضوعهای مربوط به شغل و حرفه رو به شما نشون بدم. کتابخانه ها در زمینه های مختلف در رابطه با کاریابی اطلاعات زیادی از قبیل آماده کردن رزومه، مهارت برای شرکت در مصاحبه ها و اطلاعات در مورد حرفه و کارهای مشخص را نگهداری می کنند. کارمندان کتابخانه آماده اند شما را کمک کنند اطلاعاتی را که دنبالش می گردید پیدا کنید. همچنین کارمندان کتابخانه بچه ها را در انجام تکالیف مدرسه کمک می کنند و با ارائه برنامه های ویژه‌ای آنها را آماده می کنند که در طول تابستان خواندن را ادامه دهند.